صبحتان بخیر و ساعت اول برنامه صبح زندگی خوش آمدین. با ما همراه باشین تا ساعت 10 و از داشته های دیگر و جالب برنامه صبح زندگی همچنان لذت ببرین. امروز هم خبرهای تازه از جهان سینما و ورزش در برنامه می داشته باشیم و در 3 ساعت برنامه تقدیم شما میگیم. شما هم با ما همراه باشین و از این داشته های جالب همچنان لذت ببرین. در این لحظات هم من مهماندار هستم و قسمی که همایون افغان همچنان اشاره کرد، ضیا ساحل سخنگو و همچنان مسئول نشراتی تحصیلات عالی افغانستان را امروز در برنامه صبح زندگی با خود داریم و بیشتر در رابطه با امتحان کنکور و وضعیت تحصیلات در افغانستان از ایشان میپرسیم و قسمی که دیروز هم بر ما وعده داده بودند و ما هم بر شما وعده دادیم که ما امروز سخنگوی تحصیلات عالی را میداشته باشیم، حالا وقت وعده ما فرا رسیده. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، به طور زنده سوالاتتان از ما بپرسین و همچنان سخنگوی سابقی که در برنامه با ما هستن و سوالات شما پاسخ میتن و همچنان اگر گفتنی هایی دارین میتونین همین لحظه تماس بگیرین. شماره تلفن ما هست 0700-15-15-15، همین لحظه تماس بگیرین. بازم تکرار میکنم 0700-15-15-15. آقای ساحل خوش آمدین و صبح زندگی، صبحتان بخیر. سلام و شما تشکر. ممنونتان، تشکر از اینکه امروز بر ما وقت دادین و با ما هستین. میخوایم از وضعیت تحصیلات در افغانستان بر ما بگوین. تشکر. در مجموع وضعیت تحصیلات عالی افغانستان، در سکتور تحصیلات عالی افغانستان، اگر ما یک به حالت مقایسه‌ای داریم از سال 81 تا اکنون، ما تغییرات بسیار عمده در سکتور تحصیلات عالی افغانستان داریم، هم در بخش کیفیت و هم در بخش کیفیت هم در بخش ارتقای ظرفیت و هم در بخش تحقیقات علمی، هم در بخش زیربنا، در بخش کوریکولم، در بخش اعضای کادر علمی و تعداد محصلین. ما یقیناً که 40 سال جنگ سپری کردیم، در بخش‌های مختلف کشور آسیب دیده است و ترمیمی به موارد کاری بسیار دشوار و زمان بر. ما نمیتونیم در یک مدت کوتاه تمام بخش‌هایی را که آسیب دیده است اینا را ترمیم بکنیم، اینا را بتانیم با کشورهای همسایه، با کشورهای دنیا هم به هر حال همسان بسازیم. ما در تحصیلات عالی کارهای فوق العاده انجام دادیم. مثلا فعلا در حدود 5000 اعضای کادر علمی داریم که تعداد زیادشان ماستر و دکتر هستن و تعداد اندکشان که لیسانس است. پلان ما برای است که تا 5 سال آینده را هیچ کادری علمی ما لیسانس نباشد، همه ماستر و دکتر باشند. پلان های در این مورد روی دست است، کار صورت گرفته. از کادر علمی تان یاد کردیم که 5000 کادر علمی که ما در افغانستان داریم همشان به سطح دکترا و ماستر هستند. در زیادتر از دانشگاه خصوصی شکایت که ما از هموطنای ما داریم هست که استادایی که به تعداد کسایی که امروز آمدن کادر شدن خودشان تحصیل میکنن، مخصوصا در دانشگاه های خصوصی کسایی بودند که در زمان محصلی خودشان اینا دراپ سمستر شده بودند، اینا کسایی بودند که نمرات خیلی بالا نداشتن ولی متاسفانه امروز آمدن رئیس دپارتمنت شدن، استاد دانشگاه شدن. معیارایی که اینا رفتن و انتخاب شدن چگونه بوده؟ عرض میکنم، ما بحث ما فعلا روی موضوع بحث های سکتور دولتی است. در بخش خصوصی هم موارد رو دارم برای اشاره بکنم. این تا 5 سال در ما هیچ گونه اعضای کادر علمی به سویه لیسانس نداریم. همه برنامه‌ای که روی دست است، هم در بیرون از کشور هم در داخل از کشور، برنامه های ماستری و دکترا روی دست است که نمره بخیر و ماستر و دکتر شود. یک موضوع شاگردایی را که ما داریم، ما نسبت به سال 81 تازه هم دوران بحران سپری کرده بودیم، شاگردای ما 10 برابر بیشتر شده و ضمناً در سال 1381 ما خانمای شاگردایی را که داشتیم فیصدی اوناس قشر اوناس به 0% هم نمیرسید، ولی فعلا ما 25% در پانتونای افغانستان دخترها رو داریم که تحصیل میکنه. موضوع دوم، در بخش زیربنا هم کارهای فوق العاده صورت گرفته. ما تلاش کردیم که برای هر پانتون تعمیرهای تدریسی و اداری ساخته شود برای 15 مختلف و در کنارشان یک لیلیه یا خوابگاه منظم برای دخترها و بچه هایی که در اونجا درس میخوانه هم آماده شده، نظر به امکانات. ولی کمبودات رو ما داریم، کمبودات احساس میشه، تلاش میکنیم که تا سالهای آینده رو کمبودات هم به امید خدا رو مرفوع شد. در بخش کوریکولم و نصاب تحصیلی ما تلاش هایی را کردیم. مشخصا در جریان 6 ماه گذشته یک پلان برای بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی روی دست است که ما وزیر تحصیلات عالی و تمام رؤسای پانتونای ولایت هدایت داده بودند تا با مشوره و هماهنگی نهادهای مدنی، سکتور خصوصی، کسب و کارها، زراعت پیشگان،
با ولایتشان نیاسنجی بکنن. نتیجه اون نیاسنجی را به کابل به مرکز بفرسته تا از تمام ولایت تایید شه و ما بتانیم یک نصاب معیاری داشته باشیم. نصابی که نیازگوی جوابگوی نیازمندی های بازار کار افغانستان باشد. محصلی که در دوره تحصیلی درس میخونه فارغ میشه اونا عملا در بازار کار افغانستان بعد از فراغت بتونه نقش داشته باشد. این یک بحث. بحث دیگر بخش تحقیقات است. گذشته از بحث تحقیقات و اینا اگر بیایم مشخصا روی مشکلات صحبت کنیم، چالش هایی که ما داریم و چون وقت هم کم است، سوالاتی که از ما مطرح شده اینجا در این نهادهای خصوصی هست که کادرها با کدام معیارها انتخاب میکنن. عرض معرض دارم به اونا هم میرسه. ما در مجموع وضعیت تحصیلی رو گفتیم بحث کنیم که تحقیقات هم میشه شامل شوه. ما تلاش کردیم تحقیقات معیاری در پانتون افغانستان سکتور تحصیلات عالی افغانستان نهادی نشوه. یک بس بخش لیلی ها ما کار فوق العاده کردیم. لیلی ها بایومتریک شده، خدمات مشخص برای محصلین فراهم شده. بخش های دولتی است، بخاطر وقت برنامه کم است ما دیگر مسائل چه میمونم. ولی در سکتور خصوصی به سکتور خصوصی در کل دنیا بازوی توانمند سکتور دولتی بخش دولتی است. ما با پانتونایی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن نیاز اشد داریم و مشکلات را یا کمکاری ها را یا نقاط ضعف در سکتور تحصیلات خصوصی ما انکار نمیتونیم. یقینا که مشکلات موجود است در بخش کادر موجود است، در بخش موقعیت هایی که اینا انتخاب کرده، صنف های درسی را که اینا انتخاب کرده و جایگاهی را که جایی را که برای به عنوان پانتون انتخاب کرده به عنوان دانشگاه، اینا مشکلات خود داره. ما پلان را که ما روی دست داریم رهبری وزارت تحصیلات عالی به اداره تضمین کیفیت هدایت جدی داده صادر کرده که تمام پانتونای خصوصی ارزیابی شود. ارزیابی و اعتبار دهی ما فعلا ابدا نهاد تحصیلی خصوصی را در مرحله اول مرحله دومش تمام شده که اینا ارزیابی شده. همین بحثای دیپلم را که بودن دیپلم بعد از 10 سال توزیع شدن به پانتونای توزیع شد که اینا سه مرحله ارزیابی و اعتبار دهی را سپری کرده باشد که از آدرس وزارت تحصیلات عالی صورت گرفته. ما پانتونای ارزیابی میکنیم. اگر اینا تونستن و برابری تونستن و معیارهای وزارت تحصیلات عالی رو پوره کرده تونست، ما به اینا امتیاز میدیم. پانزایشون زیاد میدیم. اگر خوان ماستری باشد ماستری برایشون فراهم میکنیم زمینه ماستری را. ولی به پانتونا و نیاتهای تحصیلی که معیارهای ما رو پوره نتونه، ما 46 معیار رو مشخص کردیم. پوره نتونه اونا رو باز ما اول توصیه میتیم اگر باز هم امکانات از این نبودن که اونا تلاش نکردن، ما جوازشون رو میگیریم و دروازهشون رو بسته میکنیم. تا حالا کدام دانشگاه جوازش گرفته شده و کدام از اینا تا حالا بسته شدن؟ پروسه ارزیابی متکمل نشده، در حال تکمیل پروسه هستیم. وقت بخیر پروسه تکمیل شه ما ایر از طریق یک نشست خبری همراه مردم افغانستان شریک میکنیم که ما این کار کردیم. همراه سکتور تحصیلات عالی افغانستان در بخش خصوصی تمام پانتونا با معیارهایی را که ما وضع کردیم ارزیابی شده. پانتونای یا داره دو کاتگوری میگم. یک کاتگوری اول پانتونای است که می این معیارها رو پوره کرده در حال تکمیل کردن شده است. پانتونای کاتگوری دوم نمیتونه یا وجود شرط برای این است که این معیارها رو پوره کنه و ولحاظ اینا جایگاهی به تحصیلات عالی افغانستان نداره، ما دروازه‌هایشون رو بسته میکنیم. بسیار خوب. از وضعیت کنکور سال 1397 برای ما بگوین، در مخصوصا در ولایت کابل با چه تعداد متعلمین آمده بودن به طرف امتحان کنکور و همچنان روند پایانی از اینا چه وقت است و نتایج چه زمانی اعلان میشه؟ از روند کنکور تحصیلات عالی مشخصا در جریان سال 95 بر 96 و 96 بر 97 که فعلا قرار داریم، ما میتونیم به عنوان یک دستاورد بزرگ برای خانواده تحصیلات عالی افغانستان نام ببریم. اعتماد و اعتبار که حکومت افغانستان و مردم افغانستان بالای پروسه کرده. شما متوجه هستین تمام پروسه امتحان اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به ما داده. کمیونیتی کالج ها را امتحان شما میگیریم. پانتون نظامی مارشال فهیم ما امتحان گرفتیم و بخش تدارکات ملی را. در مجموع به این پروسه حکومت افغانستان، رهبران حکومت افغانستان و مردم افغانستان اعتماد کرده. ما تلاش میکنیم با توانی را که داریم به خرج بدیم تا این اعتماد پاس داشته شود، شفافیت کنکور سرتاسری به وجود بیاید. چون ما قرار است به تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی افغانستان شفافیت بیاریم، تغییرات مثبت بیاریم. کنکور میتونیم اولین قدم یا اولین سب راست قلمداد بکنیم. اگر ما بتونیم شفافیت در کنکور معرفی مد نظر بگیریم، افراد نخبه از سرتاسر افغانستان شناسایی و به نهادهای تحصیلی افغانستان معرفی بکنیم، ما اولین قدم در راستای تامین شفافیت یا تضمین شفافیت در سکتور تحصیلات عالی افغانستان گذاشتیم. خوشبختانه اگر آمار در اختیار ما بگذارین خیلی کوتاه چون وقت کم هست که با چه تعداد محصلین مشخصا از کابل آمدن و به طرف امتحان کنکور به قرار است چه تعداد از اینا جذب شده؟ در مجموع در حدود
30,000 یا 32,000 نفر در دوره اول و دوره دوم امتحان کابل امتحان داده. برای روز پنجشنبه ما دوره سوم داریم که فردا هست. در این دور در حدود 10 تا 12,000 نفر قرار است امتحان بده و دوره چهارم یا بخش متفرقه میمونه که بخیر در هفته آینده هست، در پنجشنبه یا جمعه هفته آینده قرار بود که ما در یک دور این پنجشنبه و جمعه بگیریم، ولی به خاطر که یک تعداد ممکنه فردا از دور سوم امتحان باز بمونه، ما تلاش می داریم فرصت ها را از محصلین یا جوانایی که قرار است به نهایت تحصیل عالی افغانستان را پیدا بکنه نگیریم، به خاطر امتحان متفرقه را یک هفته به تعویق انداختیم تا بتونه یک تعدادی که بنا به هر دلیلی از ولایات و از دور سوم کابل باز میمونه اینا هم شامل امتحان متفرقه شود. در مجموع 50,000 نفر از ولایت کابل در امسال در پروسه کنکور اشتراک کرده و در کل افغانستان حدود 203,000 نفر است که ما از این مجموعه میتونیم حدود 116,000 نفر در تحصیلات عالی و نیمه عالی امسال جذب کنیم. امسال قرار است معلمینی که از ولایت امتحان دادن مشخصا به دانشگاه کابل راه پیدا بکنن، ولایتی ها میتونن به دانشگاه کابل راه پیدا کنن؟ هیچ گونه تفاوت نیست. یک نفر از یک گوشه روزگان میتونه به پانتون کابل بیاد به دانشگاه کابل درس بخونه، یک کسی که در ولایت کابل امتحان داده یم امکانش هست که بر در روزگان یا در خوست یا در جلال آباد یا در قندهار و مزار درس بخونه. سوالات هم توسط بانک سوالات انتخاب میشه، هیچ گونه تفاوتی بین سوالات ولایت و سوالات کابل نیست و نمره هم توسط سیستم داده میشه، هیچ گونه تفاوتی بین این نیست که فرد از کابل امتحان داده و یه فرد از ولایت. آها بسیار خوب، تشکر از اینکه امروز بر ما وقت دادین و با ما همراه بودین و کمک هایی کردین. چون وقت کم مونده فقط میخوایم خیلی کوتاه ظرف چند ثانیه بر ما بگین که یکی از دوستایی که تماس گرفتن سوالشونی بوده که چه زمانی ما نتایج میتونیم در دسترس داشته باشیم. تلاش می‌داریم اگر کدام مشکل تکنیکی پیش نیاد قبل از 10 ساعت ما نتایج کنکور امسال اعلام بکنیم. ممنونتون، سپاس از اینکه شما هم با ما هستین. خبرهای ساعت 8 برمیگردیم.